سال 69 یعنی دو سال بعد من رفتم که حسین رو برمی‌داشتیم معمولا می‌رفتیم دربند حسلامو که سر می‌رفت می‌رفتیم کو من دیدم حسین خیلی تو لبه و اینا نشست گفتم چته عمو جان چی شده اینا اصلا دیدم اینقدر بغض داره نمیتونه حرف بزنه یه خود رفتیم تا تجریش دیگه من حرف نزدم اینا بعد دوباره نگاه کردم به حسین دیدم اصلا این حسینه کوچولویی که بود مچاله شده اصلا انگار که زدنش مثلا دیگه باز نتونستم گفتم حسین جان چی شده زد عصبانی هم بودم چون من با حسین یه خورده حالت کردم حرف بزنم دیگه پدر ما رو در آوردی بعد حسین برای من تعریف کرد گفتش که آره منو یه خونه به من داده و یه خونه بهش داده بودن زیر زمین بود تو تلویزیون کار میکرد از تلویزیون گفتم خب شما اونجا بشینید خونه بین جردن و ولیعصر بود توی یکی این خیابان پک بودم خب این که خوبه که یه جا دادن حالا بشینی و اینا حالا پول که نداریم حقوقی که نمیدونم این که بد نیست که نشستیم گفت نه اینش بد نیست همسرم و اینا اومدن بعد یکی این مدیر کلای عقب افتاده اومده دیده خانم من مثلا داره یه کاری میکرد یا باید بچه شو داشته توی حیات راه میبرده گفته خانم شما اینجا مجانی نشستین خب این پله ها رو اقلا بشورید دیگه این MBA ایلاتی وقتی که اینو میگه انگار تیرش زدی اصلا گفتم کی گفته بود گفت فلانی گفته بود بالاخره یه بلای مصری رو میاره اصلا من خوابم نمیبرد دیوانه شدم که چطور جهان اینقدر کج کل است که یه آدم عقب افتاده ای به زرس اینکه یه رابطه ای داشته و یه اتفاق افتاده شده مدیر کل مثلا فلان جا بعد جرأت میکنه به یه خانم ایلیاتی که چون لباس ایلیاتی تنشه و همسر شاعری داره که هر یه خط شعر اون به اندازه جد و آباد این میارزه بگه تو بیای پله‌ها رو بشور یعنی واقعا قدرت پول و مقام اینقدر تو این دنیا پاشو بریم گور پدر فدا بریم بیرون اونجا بچه‌ها رو برداریم بریم میریم فیلم میسازیم میریم کار میکنیم گفت چی میسازی؟ گفتم آیا فیلم میسازی؟ نقش اولش رو تو بازی میکنی؟ گفت آخه من هلوی چروکیده و پلاسیده در چشمم آبیه نه موهام بلنده نه نمیدونم قدم بلنده چی ما میخوایی به دختر رو بفروشی؟ یعنی شوخی های اینجوری و معلومه وقتی دهن تو با میکنی مردم کیف میکنن مهم نیست که چیه بریم بنویسیم اما خودم ناباورانه سه شب فیلمنامه سایه خیال رو نوشتم فقط سه روز طول کشید سه شب چون روزا کار میکرد نوشتیم و اومدیم نشستیم و شعرهای حسین رو من خوندم یه سری از کار اینا و حس این که ما تو زندگی مثل خر گیر کردیم تو گل بعد دنبال جایگاه نمیدونم انسان در عالم هستی میگردیم این حس اینجوری بود که ما کی اینا کی هم دوست داشتم آخرین شعر ما براتون بخونم داستان یه سنجاقه که تو مرداب راحت‌تر از نیچه میمیره واسه بله شعرهای تو درد منو دوا نمیکنه واسه عمت خوبه بچم یه نوار فرستاد از امریکا میخوام برم گوش کنم آ فیلم خوشبختانه اومد جایزه برد بعد یه دونه آپارتمان میدادن واسه اونم پیشه جایزه بهتره اونم پیشه نقش اول برد استاد من از اون بعدم چون خودم قسم خورده بودم فوش داده بودم کارگردانی نکنم یا مدت دادم اینو حسین دلیر سا همین جبلی اومد بازیگر عزت الله انتظامی اومد همه اومدن بعد فیلم نشون دادیم و گفتن آقا این فیلم خیلی روشن فکران از این نمیفروشه آب من این چیز به شما فیلم 11 و 800 11 میلیون و 800 میلیون تو 800 هزار
11,800,000 تومان یعنی خیلی الان میگه. فیلم فروخ. هرمونم این فیلم نمیدونم خدایی بود. با اینکه خیلی ظاهر روشن فکرانه و چیزی داشت، فیلم فروخ. کار سراغ نداری؟ کار؟ بیا همینجا. غیر از اینجا. اگو از کار میترسم. نه، مسئله ترس نیست. میدونی میخوام به نویسندگی نزدیک باشه. نه من سلاخ به دنیا اومدم. مرد حسابی کدوم هنرمند تو این مملکت تونسته نونشو در بیاره که تو دومیش باشی؟ یا که اون سرخی سین، یا که این خنجر سرخ. میگم میشه خانم، اگر منو قابم کنی بزنی به دیوار فکر میکنم کلکسیون دو وقت کامل باشه. متلک نگو. بودن یا نبودن مسئله این است. مردن، خفتن، خواب دیدن. زهر مار صندلی رو کردی. یه فیلم معترض بود، یه فیلمی بود که مثلا این هر کاری میکنه، یه شاعر، یه نویسنده، یه آدم خلاق از جوجه فروشی میخواد بکنه نمیتونه، تا این اصلا نمیتونه. اون تارزنه ولی داره تو سلاخونه کار میکنه، یعنی یادش رفته که این تارزن سلاخه یا سلاخ تارزنه. یه اعتراضی بود به وضعیت موجود جامعه که جای ما کجاست، ما کی هستیم، اصلا ما حضور داریم یا نداریم. خب چرا اذیتمون میکنی؟ بعد چرا من مجبورم برای اینکه امورات آب بگذارم باید برم سلاخونه کار کنم؟ خب من که سلاخ نیستم. و این روح جامعه رو چرک میکنه، و اگه روح جامعه چرک بشه اینا یه جوری منفجر میشه، یه روزه خطرناکه. اون فیلم برام خیلی دوستش داشتم به خاطر اینکه برای عشق حسین نوشتم. بعد من فیلم یک مرد یک خرس رو نوشتم، قصه بود که گلوم گرفته بود، یعنی خواستم یه آقا چرا نمیزنیم ما با توپ خیالیمون هم بازی بکنیم؟ آقای ملت میخوام دیگه خرسی بیارم برقصونم، به خرس رقصونی ما اون کار داری، آقا تو مثلا حکومتتو بکن، بذار توی این محله ما با این خرسه برقصون، خرس برقصون. این فیلم رو تیکه پاره کردن که همیشه من یادم نمیره. به یک دلیلی دو نفر آدمی که احترام میذارم نمیخوام اسمشون رو بیارم، اینا حالا به من گفتن، بنیاد گفت، ارشاد گفت که اونا نبودن، این دوتا بودن که یه حرفای عجیب و غریبی درباره این فیلم زدن که به خدا من اینجا دارم به شما بعد از سالها میگم. در ذهن دور من هم همچین فکرانی نبود که اونا کرده بودن. من بله یه نقدی بود، میگفتم آقا ما داریم یه محله‌ای داریم، یه آدمی توشه که پولدارتر از دیگرانه، یه زنی سیغه کرده اینجا گذاشته و نمیذاره مردم زندگیشونو بکن. آیه بعد به خدایی هم دومده اینجا خرس برقصونه، مردم هم دور اینجا همشنن دست میزنن خرس. آه چیکار داری به اینا؟ هی آژاندار میاری، آژان میاری، فلان می مردم رو میگیری، اینا بذار خرسشونو برقصونه، تو هم اونجا برای خود زندگی دو بکن، زن سیغه ای تم داری خوش میگذاره دیگه، از جون ما چی میخواد؟ و اگر این مردم تکرار کنن حرفای همین حرفایی که لاله رو، چون اونم لاله از اون زبونی نداره، میریزی به هم، مجبوری تو خونت قایم میشی یا پشت پنجره نگاه کنی. بیرون کنی نداری؟ اینجوری باشه راحت نمیدم. بفرما چه خبره؟ خبر چه خبره؟ چه محبوب قلوبی بفرما جا خوش کرده. نره گدای پدر سخته، مگه اینجا باغ باشه؟ دست باباتو بگیر از اینجا برو. بفرما. یعنی چه؟ گفتم دست باباتو بگیر، خیر سرت، زحمت نکم کن. لعنت به دردی به گور پدرت، من چیکار جلوم برو، کیا مسخره میکنی؟ بازم میگه لم لعلی خوفت، گفتم جلو پلاسو جمع بکن بزن به چاک. و بعد یه چیزای عجیب و غریبی متاسفانه به این فیلم چسبوندن، این فیلم رو تیکه پاره کردن. من مثلا یه چیزی که به خیلی برخورد، هیچ وقت یادم نمیره، من صدا کردم داوود یوسفیان منتاج میکرد،
گفتن شما بیاین وزارت ارشاد که یه تیکه هایشو در بیارین. بعد من خب اون موقع 16 میلیون تومان این فیلم تموم شده بود، اون موقع 16 میلیون تومان برای ما پولی بود و خیلی سوورده بودم واقعا. همه چی رفتیم وزارت ارشاد، ما رمزون بود، از ظهر ما رفتیم وزارت ارشاد مثلا ساعت 11 تا ساعت 10 شب همه مونده بودن. بعد افطار شد، اینا رفتن افطارشون رو کردن، به ما یه تعارف نکردن که مثلا آقا شما میای یه چای بخورین. و آدم های خوبی هم به نظر میاد. بعد یه چیزی به من گفت و هیچ وقت یادم نمیره، داوود یوسفی هم گفت دیگه کجاشو درارم، هی در اینجاشو درار اونجاشو درار. مثلا خانمه داشت اون دور راه میرم در میوردم، معلوم بود بخواد فیلمو خراب کنن، نه اینکه چیزیه که مثلا یه چیزی نبود که بزنه بگه خب این فیلمه، میخواد ازم فیلم خراب بشه. بعد یه جا بود موسیقی وسط جمله موسیقی بود، آقای یوسفیان به من نگاه کرد، من که رفتم بیرون از اتاقمون بیرون مثلا میشنیدم، گفت چیگه آقای فلانی اجازه بده ما این 10 تا فریم اگه این برتر بزنم جمله موسیقی تموم شده، میخوای ببری اینجا جاش نیست، اینجا وسط یه جمله موسیقی. حالا موسیقی هم مثلا ما جمله داره، فکر کنیم ما بیسوادیم خریم نمیگم دیگه به. بعد منم عصبانی شدم در رو با کردم، گفتم آقای یوسفیان بزن، تو چرا خری نمیفهمی؟ این دانشمندای بزرگ وقتی بهت میگم بزن بزن دیگه، قیچی رو بده. رفتم فیلم رو گرفتم، عصبانی هم بودم، گرفتم قیچی کردم پرد کردم ولش کن. بعد فیلم رفت روی اکران، هنوز روز اول نرفته شروع کردن، ما این فیلم رو تیزرش رو بردیم تلویزیون، یا آقایی بود اونجا مدیر کل مال بخش تجاری بود، داشت میرم وضو هم بگیره، تو اون جوراباشو در آورده بود و با دمپایی، گفتم این تیزر رو ما آوردیم فیلمو میخوام پخش بکنیم، فردا بره رو اکران این تیزر ما رو پخش بکن. ایشون گذاشت نشون داد و بعد اول فیلم با خرسش میومد حمید جبلی، میگه با خرس آمد، آمد که بگشاید غم از دلهای شکسته. گفت نه خیر آقا با ارفرانس آمد دیگه. ما رگ لوریمون زد بیرون، گفتم مرتی که پاشو برو وضو تو بگیر، اینا تو کی هستی؟ فکر کنم دعوامون شد، شد شلوغ شد تلویزیون قسمت همونجا تو اینجا بام فکر کرد اینجاتون سفته و دیگه عصبانی میشه آدم، بد شد دیگه، هم بد شد. من اینا اصلا قطعش کرد، واقعا اونجا بد حرف زدیم با و همیشه پشیمونم. من هیچوقت شخصیت اینجوری نداشتم که اینقدر عصبانی بشم، چون اصلا همه چی رو به همه چی ربط میدادم که این فیلمو نابود کنن. بدتر از همه آیا توطئه بود آیا واقعیت بود، من هرگز نفهمیدم. نگاتیو فیلم پاره شد تو استودیو و یه تیکه فیلم هرگز نیست. فیلم دو روز رو اکران بود، شروع کردن اذیت کردن من. خانم منم دیگه بنده خدا کلافه شده بود، اصلا ریخته بود به هم که مسعود یه فکری بکن بابا، گور پدر فیلم زندگیمون مهمه دیگه. تلفن‌های بد به خونه ما میشد، فوش میدادن یه آدمای عجیب و غریب. من یه نامه نوشتم با آقای انوار، شما نمیشناسیدشون، که واقعا نمیدونم خیلی خشمگین بودم که این نامه رو نوشتم. تنها چیزی که هرگز من با آقای انوار اعتراض کردم همون نامه بود، با خودش هم نبود، گفته بودم که شما یه مش آدم بی سواد اینا رو گذاشتین در اینجا. بعد آقای دادگو یه چیزی به من گفت که من دلم خود خنک شد، گفتش که اتفاقا آقای انوار این نامه رو برش خونده بودن، هی هم داشتن چیز میکردن، پیاز داغش رو زیاد میکردن. آقای انوار گفت آقا راست میگه دیگه، چیکارش داریم؟ به هر حال فیلمو کشیدیم پایین، سه روز رو اکران بود کشیدیم پایین و ضرر زیادی خوردیم. خوشبختانه یکی 25000 دلار فیلمو برای من از من خرید برای خارج از کشور. یه کار بدی هم کرد بنیاد فارابی اون موقع، دلیلشو نفهمیدم، تلکس بود اون موقع، اون موقع فستیوال برلین تلکس زد که این فیلمو میخواد، خواهش میکنم اینو برای ما بفرستید، این توی مسابقه برلینه. فیلمو نفرستادن، هی رفتیم گفتیم بابا شجاع فیلمو بفرست بره، چه فیلمو نمیفرستی بره؟ گفت برو با آقای بهشتی اینا خود لابی کن. ما لابی چی ما کنم آقا، مثلا خب این گفته اینو بفرست اینو بفرستی. ما رفتیم پیش آقای بهشتی هم گفتیم، گفت نه بفرستن اینا. بعد به هر حال فستیوال برگزار شد، از اونجا یه تلکس به ما زدن که آقا چرا نفرستادیم. هرچی هم ما از بنیاد گفتیم، گفتم ما فرستادیم. بعد چهار ماه بعد فیلم سیمو سرب شده بنیاد فرستاده بود تو وزارت امور خارجه، آوردن پس دادن، اصلا فیلم
خارج نرفته بود. فیلم سوم سوره هم شده بود. حالا تو وزارت امور خارجه با نمیدونم چرا. اینم باز از اون سوالایی که همیشه برای من مونده. باشی بری خونه هاتون سرتون رو بذاری رو متتا یه دقیقه کفه مرگتون رو بذاری سر زاریه مگه اینجا میدونه فوتباله چه کارشون داری؟ توپ که ندارم میترسی بزنن شیشه هاتو بشکنن بعدم برای که این امورات بچه ها بگذره رفتم تلویزیون صحبت کردم یه سریالی گرفتیم آژانس دوستی دادم به بچه ها ساختم گفتم بیا این آژانس دوستی رو اینجا که بتونیم کار بکنیم همه حسین پاش شد فردوس کاویانی اینا همه آدم های درجه یکی بودن که آقای داورفر هرچی هنرپیشه بود اومد اونجا این روزا رو سیفون توالت های عمومی هم تبلیغات چسبیدن این شهر رو نگاه کنی آدم خیال میکنه اگر از جنس های بنجل اینا نخره از بقیه مردم هم هست جک خانم میخوره عبد؟ ای اینجا بیا ببین چه شات خوب من کارو خیلی دوست دارم ولی کارگردان متعددی ساختم احمد رمضان‌زاده دانشجو بود که آوردم هم دستیارم بود تو در مسیر با هم کار کرده بود آوردم 50 تاش 40 تاش اینا رو اون ساخت فیلم کردم نه خیلی شونس برای نوشته ها نوشته سحر من بود دخترم می نوشت داداشم می نوشت من می نوشتم خیلی حسین پناهی می نوشت حمید جبلی نوشت همه سناریو دارن اونجا اگه دقت بکنن بعدم اومدن ساختن مثلا یه دونه سحر نوشت برای آقای غریبیان گفت آقای فرمارز غریبیان باید بیاد اینو بازی کن بعد زنگ زدیم با آقای غریبیان که آقای غریبیان باید بیاد اونم که تلویزیون اصلا کار نمیکرد اون موقع گفت چیه گفت اینجوری گفت من معلومه میام گفت شما ها جمع شدین دور هم مثلا نامردیه من نمیام که من میام من اصلا برای اینا زندم اومد اونجا اون بخشم گفتش که بعد سحر گفتش که ببین چون اون نوشته بود خیلی هم علاقه داشت به اون سناریو اینا من نوشتم یه سری شخصیت درست کرده بود توی اون اینا چون بابام نمیاد کارگردانی بکنه میگه من تلویزیون کارگردانی نمیکنم آقای غریبیان اینو شما کارگردانی کنید غریبیان خودش هم اینو کارگردانی کرد برنامه بعد همین باعث شد که دختر ما هنرپیشه بشه که من دوست داشتم نمیذاشتم این کارو بکنه بعد این سحر ای میگو آقای غریبیان بخور آخر آقای غریبیان گفت ببین سحر باید این نقش رو بازی کنه اینو گذاشت اونجا بازی کرد و سحر شد و نمیشه جواد میگم دلم چای میخواد باردارچین اون وقت همین الان 4 تا لیوان خوردم خدا مرگم بده فدای سر صدی خانم 40 تا لیوان بخور الان میرم یه استکان چای لبریز لبسوز با نقشیده ای میارم واسه خوبه؟